درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. به اتفاق رفیق حسن حسام دیالوگ هفته رو تقدیم شما میکنم که اختصاص داره به یک ارزیابی مختصر از انقلاب ژینا در هشتمین ماه اون قرار داریم و همچنین پرداختن به وظایف چپ سوسیالیست، جنبش کارگری و طرح این پرسش که آیا کارگران و کمونیستا به وظیفه خودشون در این 8 ماه و به ویژه در شرایط کنونی عمل کردن و دارن میکنن یا نه و از دید ما چه وظایف مهمی بر دوش هم کارگران پیشرو و هم کمونیستا قرار داره. خب رفیق حسن، خوش آمدی به برنامه دیالوگ هفته. مجددا اگه موافق باشی ما یک ارزیابی مختصری ارائه بدیم از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. خب سازمان ما در کنگره 27 در سند سیاسی که تصویب کرد گفت که ما در یک دوره انقلابی مداوم قرار داریم، یعنی از خیزش انقلابی دیمای 96 بدین سو، پس از اون شعار تاریخی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، اکثریت مردمان ایران خواهان عبور از جمهوری اسلامی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستند و این را بارها در این چند سال پس از دیمای 96 در انواع و اقسام جنبش‌ها و خیزش‌ها و حرکات مبارزاتی نشون دادن که بیگمان انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب مهسا ژینا امینی در این 8 ماه طولانی ترین و پرتوانترین حرکتی بوده که این اراده انقلابی رو بیش از هر زمان به معرض نمایش گذاشته. این انقلاب علارغم فراز و فرودهایی که داشته به اشکال مختلف تا حدودی ادامه داره. ما معتقدیم دوره انقلابی مداوم کماکان برقرار هست، هرچند معتقد بودیم چه در جریان این خیزش و چه در همکنون که شاید افت محسوسی در بخش‌هایی از حرکات مبارزاتی مردم هستیم، ما وارد موقعیت انقلابی نشده بودیم. یعنی جامعه علارغم داشتن اراده انقلابی و برپایی جنبش انقلابی هنوز نتوانسته بود توازن و قوا را به هم بزنه به نقطه اوجش که موقعیت انقلابی هست برسونه. بودیم از دید شما انقلاب ژینا اگه بخواید مهمترین مختصات و ویژگی هاش رو بررسی بکنید روی چه پارامترهایی میتونی انگشت بزنید؟ درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و درود به شما آرش جان عزیزم. این 8 ماهی که پشت سر گذاشتیم خب طبیعی و روشن و آشکاره که فراز فرودهای زیادی داشت، اما چند تا ویژگی مؤلفه داشت که میشه روی اونها یکی یکی تکیه کرد در شکل اختصار، چون قبلا هم وجوه مختلفی از این حرکت رو حرکت 8 ماه رو ما بررسی کردیم و بر بقایش نگاه انداختیم. اولین مسئله این موضوع همون که در پوشش شعار زن زندگی و آزادی تجلی کرد نقش زنان بود، ولی سازماندهی لازم رو جنبش مدنی حتی در رباط به خودش به اندازه‌ای که میدانها را به شکل مداوم و سازمان یافته مصادره کنه نداشت. دومین نکته گریهیش جنبش مطالباتی با جنبش انقلابی در هم آمیخته آن گونه نشده بود که ظرفیت سازمان یابی یک هرم انقلابی، یک قطب انقلابی رو باز تولید کنه، و از همه اینها ضعیفتر عدم تشکل لازم طبقه کارگر بود به مثابه طبقه کارگر. تردیدی نباید کرد که بسیاری از این عزیزانی که کورشون کردن با ساچ به کشتنشون یا 5 کارگری رو که اعدام کرده، اینا بچه های کارگر بودن، خودشون کارگر بودن، طبقه کارگر به مثابه طبقه کارگر سازمان یافته به میدان کارزار نبود. و نه فقط این اتفاق نیفتاده بود که کانون پاشناشیله در قیم فروکش این جنبشه
بلکه نتوانسته بود با جنبش اجتماعی و جنبش مدنی گره خوردگی داشته باشه. موقعیت انقلابی کیلویی نیست که آدم همجور بگه موقعیت انقلابی. باید ببینه پایینی ها در چه وضعیتی هستن. پایینی ها هر ستا بخش بزرگ تعیین کننده انقلابش. جنبش مدنی از تشکل لازم برخوردار نبود، هرچند از جسارت خیابانی بی نظیر برخوردار بود، ولی او کافی نیست. جنبش اجتماعی هم مطالباتش فشرده تر نشده بود، هم نتوانسته بود با جنبش مدنی ارگانیک حرکت کنه. درسته که زنان قهرمان ما نقش کلیدی و پیش آهنگ داشتن، ولی این مفهوم در بار وسیعش خودش آرایش نداده بود که اون سوپاپی باشه که جنبش خیابانی با زدن این ور یا اون ور تعطیل نشه. و از همه مهمتر، جنبش کارگری نه فقط خودش سازمان نداد، برای این دوره بعضن جنبش مطالباتی کارگری هم زیگزاگی تعطیل شد، هرچند ادامه داشت. بنابراین ضعف و به همین دلیل قادر نشد انقلاب زن زندگی و آزادی به مسیر نان کار آزادی آنچنان عروج کنه که مفهوم آزادی و نان رو به همدیگر در سطح میلیونی جامعه ایران رقم بزنه. بنابراین اگر ما کمونیستا این حقیقت رو بیان نکنیم، هی به خودمون ادکلان بزنیم و چه چه به احباب کنیم، همه ی حقیقت رو به مردم نگفتیم. قهرمانی ها و از خودگذشتگی های نیروی داخل کشور در حد شگرف و ستایش انگیزه، رشک انگیزه برای جهان. جنبش زنان در سطح جهان مجبور کرده جهان کورکر را به شعار زن زندگی و آزادی تبدیل بشه به شعار اونا. مفهوم آزادی و برابری عمیق زنان در عرصه های مختلف اجتماعی چنین باری گرفت، چنان باری گرفت که به فرهنگ زنان جهان تبدیل شد. اینا دستاوردهای عظیم و شگرفه، اما از این دستاوردها وقتی میشد و میشود نتیجه گرفت و به اون موقعیت انقلابی که بعضی ها تکیه میکنم با نادانی از شرایط ویژه ایران، تحلیل غلط از آرایش نیروهای طبقاتی درون مردمان ایران به موقعیت انقلابی را پرچم قرار دادن و بر اساس این پرچم توقعی از جنبش دارن که مادیت پایش وجود خارجی نداره. این اون کلید قضیه است که خوشبختانه اکثریت قاطع کمونیستا چشمشان به حقیقت باز بود و به دام این موقعیت انقلابی فردا انقلاب است نیفتادن. به همین دلیل توقع نداشتن از منشورهایی که از داخل داده میشه، داس و چکش و مرگ بر فلان و در هم شکستن ماشین رو اینا پیا بشه، چون اون موقعیت فراهم نبود، اون شرایط فراهم نیست. ما برای اینکه آیا این آرزو غلطی است، شگرفه، ستایش انگیزه اگر جامعه ما برسه به اون موقعیتی که طبقه کارگر خودش را به مثابه طبقه سازمان بده و در پیوند ارگانیک با جنبش مدنی و اجتماعی یک فضای قوی ایجاد کنه، اون وقته که میشود گفته رفیق آرش جان پایینی ها نمیخواهند به شیوه گذشته حکومت بشند. بالایی ها ما چی؟ بالاییان نمیتوانستند به لحاظ اقتصادی، به لحاظ موقعیت و تناقضات درونش، به لحاظ اوجگیری رشوه خاری و فساد و خاری شدن اکثریت مردمان زیر حکومتشون پاسخ بدن، اما سرکوب رو وسیله قرار گرفتن. به محضی هم که افت و خیز کرد این جنبش، وارد دادستان و تعامل با جهان امپریالیسم و منطقه شدند. این جمله تمام میکنم، هر شب پرچکانی کردیم میدونم، چون خیلی مهمه. این بعضی یقین ما رایی میگرد که شما چرا تخمتی در کار نیست، حقیقت عینی رو باید برای ما خود ما بفهمیم تا بدونیم چه باید کرده، ما بر کدام بستر باید حرکت کنه. آخه یعنی اینجا شما در این موقعیت ویژه رژیم شروع کرده درها رو به سمت
عربستان سعودی باز کردن، جنگ یمن تعطیل کردن، لاس زدن با آمریکا، با سلطان قابوس آورده این واسطه کرده، گروگان هایی که داشته برای آزادی آدم های خودش کار کرد داشته، بلژیک اولین تعظیم و سجده یک کثیف ارتجاعیش رو کرده و نشان داده که همدست مردمان ما نیستن سرمایه‌دار جهانی، ما در کنار مردمان و کارگران جهان هستیم آری، ولی رهبران و دولت های ارتجاعی منافع خودش رو دنبال میکنن و با بدترین آدم حتی فاشیستی ترین حکومت ها از نوع جمهوری اسلامی وارد سازش میشن و الان جمهوری اسلامی وارد تعامل شده. این سخنرانی شارلاتان کبیر علی خامنه ای رو دو روز سه روز پیش دقیق قاعده حضور زنده دنبال کنی که شکل انقلاب رو چه جور دوباره با چه تعریف جعل تاریخی تعریف میکنه و به غرب بس میکنه و در این حال اون تقیه و فقیره تر میکنه، این بازی ها فضای دیگری نشون میده که ما باید به عنوان کمونیست که وظیفه ما تلاش برای خودسازمانیابی کارگران و زحمت کشانه و دیدن جزئیات منفی وقایع یک روند انقلابی است، در این حال که مثبت هاش پرچم ما میکنیم، وظیفه ما رو روز به روز سنگین‌تر می‌کنه و جدی‌تر به این موضوعی که در جلوی روی ما است بیندیشیم و برای براش نقشه راه داشته باشیم. در رابطه با موقعیت انقلابی من فقط جهت اطلاع بینندگان بگم که خب تو جامعه شناسی انقلاب ما مثلا تاکید می‌کنیم، میگه من روز این موقعیت انقلابی نشدیم، به معنای اون تعریفی است که به ویژه لنین مطرح کرد، یک تعریفی در جریان انقلاب روسیه ارائه داد، اینکه نه تنها پایینیا نخواهند بلکه بالایا هم نتوانند به شیوه سابق حکومت کنند و توان سرکوب رو هم از دست بدن. در خیزش های انقلابی بعد از دی ماه 96 تا کنون که ما میگیم دوره انقلابی، بحران سیاسی و انقلابی، توده های اکثریت توده های مردم رژیم رو نمیخوان، شیوه های مختلف این رو به اثبات رسوندن در اعتصابات، تظاهرات ها، جنبش ها، حرکات مختلف، خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، ولی هنوز به اون نقطه که رژیم توان سرکوب توان حکومت کردن رو به کلی از دست بده به اون نقطه فرا نرویدیم. این مستلزم چیه؟ مستلزم انکشاف مبارزه انقلابی هست، بریجه پیوند خوردن مبارزات خیابانی با امر اعتصاب عمومی سیاسی، شاهد انواع و اقسام اعتصابات صنفی، اقتصادی، جستجو گریخته کارگران و بخش های مختلف مزد و حقوق بگیر هستیم، ولی اون حادثه‌ای که بریجه مثلا در انقلاب 57 رخ داد، اعتصاب عمومی سیاسی، هنوز به اون نقطه فرا نرسیده. بر در ارزیابی کلی از انقلاب ژینا مثلا تلگرافی بخوایم مرور بکنیم، یکی فمینیزه تر شدن جنبش انقلابی در ایران هست که خودش رو به ویژه در قالب شعار زن زندگی آزادی نشون داده. البته این روندی بود که سالها آغاز شده بود، سال به سال بر نقش و وزن هم زنان و هم مطالبات و خواستهای اونها در جنبش افزوده میشد که در این انقلاب و خیزش هشت ماهه ویژگی برجسته‌تری پیدا کرد. تشکلیابی جوانان در محلات و کمیته های محلات، درسته هنوز در همه شهرها و محلات این حادثه رخ نداده، ولی شاهد یک تحول بزرگ بودیم، یعنی کمیته های انقلابی جوانان بر مبنای مبارزات محل محور در جای جای ایران شکل گرفت. درک شورایی از دموکراسی و آزادی یک گام به جلو رفت، هرچند بی خود نمیتونیم ادعا بکنیم که مثلا کل گفتمان حاکم بر جامعه ایران شده اعتقاد به دموکراسی شورایی و بدیل شورایی، ولی گام‌های عظیمی به جلو برداشت که در شعارهای مختلف از کردستان تا جلفا و قدرت به دست شورا و غیره ما میبینیم و شعارهایی مثل مثلا نه سلطنت نه رهبری، فرض بگید آزادی برابری و غیره و اینا، در جاهای هم نانکار آزادی رو ما شعارش رو شاهد بودیم. شاهد این بودیم که اون گفتمانی که چند دهه بود بر فضای سیاسی ایران سنگینی میکرد بعد از شکست انقلاب 57، با عصر انقلابات به پایان رسیده، دوره فقط اصلاح و رفاه است.
حالا بعد از خیزش انقلابی دیمای 96 یه عده اومدن به خودشون حال دادن، گفتن درسته حالا اصلاح طلبی به اون بس رسیده، ولی هنوز صحبت از انقلاب انقلاب نکنید، تحول طلبی. انقلاب ژینا یک میخی بود بر تابوت این به اصطلاح چی گفتمان، یعنی باری دیگر گفتمان ضرورت انقلاب و اینکه بدون انقلاب مردمان ایران نمیتونن به جایی برسن رو به اصطلاح بر تارک این جنبش کوبید، به یک گفتمان هژمونیک تبدیل کرد. بحث مبارزه خشونت پرهیز و فلان و این داستان‌ها که دهه‌ها بر فضای ایران سنگینی می‌کرد، اونم تا حدودی پس زد. حداقل اصل دفاع مشروع رو حتی لیبرال ترین آدمایی که این میگفتن مبارزه خشونت پرهیز، خشونت پرهیز، خشونت پرهیز، اونا هم مجبور شدن امثال شیرین عبادی ها اومدن بپذیرن که هر مبارزی حق داره در مقابل تعرض فاشیستی رژیم از اصل دفاع مشروع استفاده بکنه و غیره. کارگران به صفت کارگران نقش عظیمی داشتن به صورت فردی در همه تظاهرات ها و اعتراضات اینا. اصلا 7 نفری که اعدام شدن به خاطر خیزش ژینا همشون کارگر یا از خانواده های کارگری بودن، ولی طبقه کارگر به مساوی طبقه به صورت متشکل نتونست مهر خودش رو در این انقلاب بکوبه. هرچند به محض اینکه اعتراضات انقلابی خیابانی فرو به صورت مقدار کاهش پیدا کرد، شاهد عروج مجدد اعتصابات کارگران، معلمان و حرکات بازنشستگان در سراسر ایران بودیم و کماکان هستیم و خصوصیات دیگری که این انقلاب به صورت داشت. حالا پرسش اینه رفیق حسن، ما در برنامه‌های دیگه به آلترناتیوهای راست پرداختیم، باز هم خواهیم پرداخت. چپ انقلابی، چپ کمونیست و همچنین کارگران پیشرو و انقلابی به وظیفه خودشون در این دوره انقلابی 8 ماهه عمل کردن یا نکردن، چه نقاط مثبتی داشتن چه نقاط منفی داشتن؟ خب بینندگان عزیز تلویزیون برابری باید بدونن که من بر رفیق آرش تقسیم نکردیم بحث ما را. من وجوه منفی این روند رو که میش اگر روی بود روند قوی تر بود رو ترک کردم و رفیق ما وجوه مثبتش اومده و ترک کرد که با همه اون وجوه موافقم. یعنی دو زاویه ای که ما نگاه کردیم رو اگر جمع بزنی یک پانورامایی از وضعیت 8 ماه گذشته بود. بنابراین باید حرفای ما رو مشترک ببینید تا این وضعیت رو بحث کرد. اما من این نکته آخره بگم، 100% با آرش موافقم که میگه که جنبش خیابانی اندکی افت دارشان داد، جنبش کارگری و مطالباتی که هر جنبش مطالباتی امروز سیاسی هست بالا آمد. آره در سطح نفتگران، در کارخانه های کلیدی، در کارگران کامیون ها، معادن، راهن ها، همه در میدان آمدن، یک اوجی گرفت. ولی این اوج به سازماندهی یه روشن و آشکار منجر نشد، چون بدون تشکیلات سراسری اراده طبقه کارگر قادر نیست به کارفرما تحمیل بشه، به دولت سرمایه‌داری تحمیل بشه. تنها با تشکل مستقل سراسری است که این اراده لایزال فلج میکنه دشمن طبقاتیشو. و اما حتی اینم به تنهایی کافی نیست. من در همایشی که 1 ماه پیش در کل بر سر منشور 20 ماده‌ای در دفاع مشروط از اون البته مطرح کردم و بر این باورم که اگر جنبش طبقه کارگر با جنبش های اجتماعی و جنبش مدنی گره نخوره، یک انقلابی در ایران به پیروزی نخواهد رسید. هیچ طبقه ای به تنهایی انقلاب نخواهد کرد و نمی نکرده. بنابراین این وقتی ما میگیم انقلاب همگانیست، بعضیا از این کلمه انقلاب همگانیست انقلاب همه با هم میفهمند، از جمله حزب کمونیست کارگری و شخص آقای تقوایی. به هیچ وجه معنای انقلاب همگانی یعنی با انقلاب همه با هم یکی نیست. انقلاب همگانی مفهوم دیگری است. شعار مانیفست کمونیست چیزی که مارکس و انگلس دادن، اکثریت عظیم.
حاکمیت اکثر تعظیم برای اکثر تعظیم. بنابراین انقلاب را هم اکثر تعظیم میکنه. اگر انقلاب را قرار اکثر تعظیم بکنه، پس باید جنبش های جنبش طبقات، طبقه کارگر سازمان یافته با جنبش اجتماعی سازمان یافته، با جنبش مدنی سازمان یافته و هم گره خوردگی تنگاتنگ داشته باشد. این درخشان این تجربه 8 ماهه که جوانهای عزیز جسور ما در بخش بسیاری از استانهای ایران به شکل مخفی، نیم مخفی و بعضا علنی خودشون رو به درستی سازمان دادند و برای خودشون پلتفرم کار چیدند. اینجا و اونجا دشمن اونا رو شناسایی کرد، غلغم کرد. این حقیقت مطلق داره که 7 کارگری که به دار آویخته شدن کارگر بودند. اینها که بدیهیات روشنه و نشان دهنده زمختی و وحشت حاکمیت سرمایه‌داری از طبقه کارگره، اما این ور قدر قدرتی خودش رو اجرایی نکرد. چرا نکرد؟ یعنی میتونست نکرد به هیچ وجه. حالا باید ببینیم عوامل این که چرا جنبش اجتماعی، مدنی و به ویژه کارگری فرصت خود سازمان یابی نداره و تشکل یابیش به عینیت تبدیل میشه. 3-4 تا مسئله عامله. 1. گرسنگی و خطر گرسنگی و بیکاری در شرایطی که فقر روزافزونه و حقوق دستمزد کارگر رسمی قانونی 1/4 خط زیر فقره و خطر اخراج کارگر به گدایی و بزهکاری خانوادهش رو تهدید میکنه، 1 سطح معینی از محافظه‌کاری رو با خودش داشت، چون از دل گرسنگی انقلاب در نمیاد. 1. 2، شناسایی عوامل نیروهای حضور عوامل نیروهای رژیم و تشکل‌های زرد در درون طبقه کارگر و شناسایی نیروهای سازمانگر به تهدید و بستر و اخراج و زندان و شکنجه و بیکاریشون به دنبال، عملا دست پاشون رو اونجوری که لازمه باز نذاشته. و سومین مسئله این است که ایده تشکل یابی سراسری به خاطر عدم آگاهی 1 دست طبقه کارگر و طیف بندی این آگاهی به این سادگی به تشکل سراسری منجر شدنش امر ساده‌ای نیست. من یه مثال بزنم. در دوره انقلاب 57 من در سازمان آب و برق گیلان کار میکردم و از زندانم که در آمده بودم، خب از من کارگران خواستن که روز انتخابات شورا من برم مسئولیت این انتخابات سازمان آب و برق رو در سالن آمفی‌تئاتر رشت انجام بدیم. خیلی از جوانهای کارگر بودن که میگفتن که خب چرا همه با هم نباشیم آخه؟ چرا مثلا فرض کنید معلمام نیان، که اون موقع ما معلما رو کارگر بود، منظورش بود که چرا بس کارمندا نیان، چرا همه نیاییم؟ یعنی نگاه طبقاتی به معنای اخص صراحت و روشنی نداشت. کلی بحث و جدل چیز میشد که شفاف کنه که کارگران به میدان بیاد، شامل معلمان، پرستاران، کارگران یدیز، کارگران یقه سفید، کارگران یقه چرکین، کارگران بدون مزد فعله در خیابان، کارگران زنان. این درک همگانی نشده بود و هنوزم نشد. تا وقتی این درک همگانی نشه، اراده برای تشکل همگانی به این سادگی میسر نخواهد. بنابراین این 3-4 عامل در درون طبقه کارگر و بذار این حرف آخر بذارم دیگه، یک نشتری به خود ما کمونیستا بزنیم، پراکندگی چپ کمونیست، عدم هماهنگی نیروی چپ کمونیست، عدم رسیدن به یک پلتفرم مشترک چپ کمونیست در مسیر خودساز تلاش برای خودساز یابی طبقه کارگر به این ضعف تاریخی اثر گذاشت. هر کس گفت از این ور برو، اون یکی گفت از اون ور برو، این یکی گفت از پشت سر برو. این تک تک کردن جنبش طبقاتی در جریان 57 که شد گروه کارگر را، کارگر، کارگران اقلیت، کارگران بهمان، همون بلا
به شکل دیگری بر سر این جنبش هنوزم داره میاد. شما یه مثال بزنم تمام کنم، خیلی من دارم پرچانگی میکنم میدونم. تو همین همایش نگاه کن، برای اولین بار وقتی طیف وسیعی از چپ متنوع زیر یک سقف کنار هم گرد آمدن، 1500 کمونیست در سراسر خارج از کشور تبعیدی حمایت کردن، چه تأثیر شگرفی در ایران گذاشت، در داخل ما ایران گذاشت. ولی این یک اتفاق بود. همون جا هم کسانی میکوشیدن یا گروه ها و لایه هایی میکوشیدن از این نمط کلاه حزبی برای خودشون بسازن. به این دردناکه. یعنی ما کمونیستا نشان دادیم علی رغم آمارها و آرمانهای شریفمون، که همه نهله های ما داریم، همه نهله های ما کشتار دادیم در این مسیر، اما ظرفیت و توانایی رسیدن به یک پلتفرمی رو که همگان رو زیر پوشش بگیره، هرچند تعریف های متنوعی از سوسیالیسم توش باشه، کاری که ما در شورای همکاری کردیم یک کار کوچکی بود که تلاش کردیم 3-4 سال اون رو نگه داریم. اون اگر خودش نتونه به این وظیفه انکشاف بده، اونم متلاشی میشه. حالا نقطه دیگری تو همایش باز شد، من جمله رو بگم میرم کنار، اونم این که نشون داده که نهادهای کمونیست، نهادهایی که برای سازمانیابی طبقه کارگر، عبور از انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی مبارزه میکنند، نه احزاب و سازمان ها، میتونن با تعریف و با شرایط مشخصی جذب و جمع این نهادهای تشکلهای دیگر بشن. اون گروه دوره‌ای که همه نهادهای دستساز احزاب چپونده میشدن با من انگشت رای رو رد باید کرد با قاطعیت، ولی بستر باید فراهم کرد برای نهادهایی که واقعا کارگری هن، واقعا در پلتفرم عبور از سرمایه‌داری هن، بایستی بیان و با حق رای همکاری کنن. خب رفیق حسن، من اول با اجازه شما باز از یک سری نقاط قوت و مثبت کارهایی که انجام دادیم، گفتم ما تقسیم کار نکردیم ولی اینجوری شده. بذار من چی بگم. ببین، نخستین یکی از ویژگی های این خیزش انقلابی ژینا در 8 ماه گذشته، حتی در قیاس با 2 خیزش قبلی که ما گاهی این شعارهای رضا شاه روحت شاد، شعارهای در راستای بازگشت خاندان سلطنتی رو میدیدیم، اگر نگیم که اصلا نبود، بسیار بسیار کمرنگ، اونم در شرایطی که این ابررسانه‌های وابسته به نهادهای امپریالیستی و ارتجاعی بیشترین سرمایه گذاری رو انجام داده بودن برای اینکه این بدیل بازگشت به خاندان پهلوی رو زورچپان بکنن بر جنبش و خیزش. منتها چیزی که ما برخلاف خارج از کشور که کلی اینا سر صدا را انداختن با اون پرچم شیر نر در انقلابی که شعارش زن زندگی آزادیه، اینها با نماد شیر نر و شمشیر توحش به میدان آمده بودند، در داخل کشور شعارهایی که از کف خیابان، از محیط دانشگاه، از محلات انقلابی، از کردستان تا بلوچستان تا دانشگاه تا محلات مختلف می اومد، نه تنها نشانی از بدیل راست نداشت، بلکه در موارد زیادی ما شاهد شعارهای که تحت تاثیر گفتمان چپ، مثلا فرض بگیر یکی از جانباختگان در کامیاران در گورستان وقتی دارن مراسم خاکسپاری است، شعار آزادی برابری حکومت کارگری شنیده میشه. در هر جمعه اعتراضی بلوچستان در زاهدان مثلا تو شما شعارهایی رو علیه در رابطه با مرزبندی با سلطنت و کسایی که میخوان از بالا رهبری بتراشن برای انقلاب رو میبینی، و شعارهایی در دفاع از نانکار آزادی، بدیل شورایی، دموکراسی شورایی، آزادی برابری و غیر. این یک چیز مثبت. خب این ناشی از چی بود؟ ناشی از حضور درست ما در عرصه، اونم مشخصه علت اصلیش هم سرکوب های فاشیستی بیرمان است. یک روز این رژیم سرکوب فاشیستی رو برداره، ببینید که چقدر میتونن هم کارگران و هم کمونیست ها در داخل متشکل بشن. ولی نشان حضور فعالین چپ، جوان، میانسال، سالمند در جای جای این خیزش بوده. اگر نبوده
نمیتونستیم این باستاب رو در شعارهای اونا به صورت چیکار بکنیم ببینیم، و تلاش هایم که صورت گرفته برای سازماندهی از پایین و زدن این گفتمانی که میخواد از خارج برای ما رهبر بتراشه، رهبری در داخل، و ما با تکیه بر اراده خودمون این کار رو پیش منتها سرکوب های فاشیستی در وهله اول. دوم، پارامتر اقتصادی. طبقه کارگر نمیتونه، طبقه کارگری که اگر یه روز کار نکنه یا در بهترین حالت یک هفته کار نکنه، نان نداره به فرزندش بده و اجاره خانه نداره بده، تو نمیتونی دعوت بکنی مادام اون برات اعتصاب کنه بدون اینکه صندوق اعتصاب تشکیل داده باشی برای حمایت از اعتصابی. یعنی طبقه کارگر موقعی دست به اعتصاب عمومی سیاسی میزنه که مطمئن باشه میتونه کار رو تموم بکنه، چون تا ابد الدر این نمیتونه گشنه باشه و از این اون قرض بگیره و فلان اینا، حتی یا کمک های مالی مثلا جزئی و فلان اینا. و مثلا ما دیدیم حتی سایر بخش هایی که دست به اعتصاب زدن، مثلا کسبه کردستان مدت ها چندین اعتصاب عظیم را سازمان دادن، دچار مشکلات اقتصادی عظیمی شدن و خوشبختانه کمک های زیادی هم جمع شد که مثلا در اختیار بخشی از اونا قرار گرفته و فلان اینا. یعنی این پارامتر هم هست، ولی به قول شما یکی اینکه طبقه کارگر اون تشکل‌هاش از طریق موضع‌گیری‌های سیاسی، از طریق اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مشترک یا مستقلی که دادن، قاطعانه از این خیزش انقلابی حمایت کردن، چه به صفت فردی فعالین شناخته شده و چه تشکل‌های کارگری تا شوراهای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان که یک دو دور اعتصاب سیاسی رو تو همون اوایل خیزش ژینا سازمان داد. یک دو بار ما شاهد حرکت سیاسی پالایشگاه آبادان بودیم، بخشی از کارگران پیمانی بودیم، حتی ذوبان اصفهان بودیم، ولی این فرار نروید به همه بخش‌های طبقه کارگر ایران. همونطور که گفتید ضعف سازماندهی چه به صورت مستقل در هر کارخونه و شهر و هم در خصلت سراسری این عاملش بود. اما الان ما یه سوال اینجا مطرح است، اون بخش کمونیستا رو بگیم، نیروهای چپ انقلابی رو بگیم، یک موزلی الان وجود داره هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. بخش اعظم فعالین چپ عضو هیچ حزب و سازمانی نیستن. خب شما نمیتونید اکثریت عظیمی از نیروهای چپ خارج از احزاب سازمانها باشن، اون وقت از شما از این احزاب سازمانها بخواید شغل قمر کنه. این موزل رو چجوری میشه پایان داد؟ بسیار روی بسیاری سختی ها گوش گذاشتی، سوالت رو خیلی سخت آرش دامت آسانیه که اگر میشد با یک سوز بلبلی این تکف پراکنده منفرد رو جمع کرد که شاکار بود. عامل پراکندگی اکثر چی این رابط ما سازمان های سیاسی هستیم. این یه نکته کلیدی واقعی است. یعنی ما درک روشنی از سازماندهی، ارتباط با نیروها، دموکراسی در اون تشکیلاتی نداشتیم و این عوارض شوخی نیست. فلان حزبی که سازمانی که 700 تا در این شهر من پاریس عضو داشت یا هوادار داشت یه نفر هم نداره، حالا هم خیلی هارت و اورت میکنه، ترسیده به دو رقمی و اکثر سازمان های موجود اینجوری هن. مسئله اینه که این انقلاب 57 شتابان و کشتار دهه 60 شتابان تر فرصت خودسازی خودسازماندگری رو به این احزاب نداده. این یک بخش قضیه است. بخش دیگر قضیه است که وقتی که فرد از تعهد حزبی جدا میشه خودش رو به تنهایی یک حزب میدونه. این منم طاووس علیین شده، مگه به راحتی از کرسی پایین میاد؟ میبینی که هر یکی یه گوش است. تلاش برای نزدیکیه نیروها با همدیگر به اندازه‌ای که بتونه به مادیت تبدیل کنه این نیروها رو در یک تشکل وجود نداره. به خاطر تکرار میکنم، بارها گفتیم هم تو هم من هم بقیه ما، سکتریسم، فرق گرایی، خود برتربینی، خود رو معیار ارزش قرار دادن و اینا به اندازه‌ای خودش موجب شده. چه بکنیم؟ مگه میشه در یک تشکلی یک نفر آدم یک رای داشته باشه؟ یه حزبی که 40 نفر، 30 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر آدم پشتشه، 500 نفر آدم پشتشه یه رای داشته باشه، این کجاش دموکراتیکه؟
یه راه وجود داشته و در یک گام‌های کوچیک البته برداشته میشه که این منفردین چپ انقلابی خودشو به شکل تشکل‌های کوچک سازمان بدند. تو لاغر با 15 نفر بدون یه رأی داری حرکت میکنی و داره البته این نزدیک میشه. شما در این کلاب هاوس ها میتونی ببینی که محافلی به هم نزدیک شدن، افرادی به هم نزدیک شدن، دارن محافل نظری تشکیل میدن، محافل تشکیلاتی و سازماندهی تشکیل میدن. اینا عالیه. اینا اون گام های نخستینی که بلوک های مختلف چپ کمونیست با همدیگر بتونن در گام های سنجیده به یک ظرفی بزرگی تبدیل بشن. ولی رفیق آرش، این که تا روز قیامت که ممکن نیست. ما هم کیلویی نمیگیم که انقلاب جیناکه. اگر انقلاب مداومه و این حقیقت داره، اگر جنبش نقطه های قوتی نمیداشت که تو برشمردی که حقیقت داره، که دیگه اسمش انقلاب جیناله بود. پس ما در نقد بررسی انقلاب جینا داریم حرف بزنیم، یعنی با پذیرش ویژگی های مثبت جنبش اجتماعی، جنبش مدنی، جنبش کارگری که این انقلاب را هم تداوم بخشیدن هم بسترسازی کردن داریم حرف بزنیم. بنابراین همه اون چه که تو اثباتی گفتی رو من نفت مطلقا نمی کنم، ولی تصادفا به همین دلیل میگیم انقلاب جینا، انقلاب مداوم، یعنی اصل قضیه رو پذیرفتیم. حالا چه بکنیم این انقلاب به جای تعیین کننده برسه، به نقطه اصلی برسه، این روندی که در چشم انداز داریم به یک اتحاد، به یک اقدام بزرگ، به یک اقدام تعیین کننده بشه. البته اینو بگم آرش، اینو بینندگان عزیزم هم دارم صد بار بگم، خوشحالم که طول کشید، شرمنده ام از داغدارم که اینا دارم این حرفو میزنم، از عزیزای ما که کشته شدن، از نواهای عزیز و خواهران و برادران من. اما تازه در مردمان ایران متوجه میشن چی میخوان چی نمیخواهیم رو 57 تا میدونستیم شانه باشه. الان هم میگفتن این اختاپوس سیاه دینی اسلام سیاسی آخونده و آدمخوار رو غارتگر نباشن. چی میخوای؟ هر کسی آمد قبلمش آورد جلو گو انا شریک، کم کم در پرده ها کنار میره، مردم، نیروی کار، جنبش مدنی و حتی جوانان به مرور در میابند که برای بیرون آمدن از این جهنم سیاه بایستی از جهنم سیاه سرمایه‌داری هم در بیان و برای این سازوکارهای لازمه. خب از این زاویه من نیز ناراحت نیستم که این جنبش طول کشیده، ممکنه من این جنبش رو نبینم، تو میخوای دید، خوشبختانه عمر من قد نده برم، چه من باشم، ما باشیم یا نباشیم، این راه راه خودش رو طی میکنه، به نقطه تعیین کننده خواهد رسید. ولی نشان داده این روند 8 ماه، این رو بره بگم، فکر کنم زمانم هم داره تمام میشه، تا این روند طولانی 3-4 شانس برای ما داره که اکثریت مردم رو متقاعد بکنیم که راه علاج و نهاییشون چی هست. 2 خودشون به این نتیجه برسن که خودکشی که قرار نیست بکنیم، که بس باید در خدمت یک هدف روشنتری بکنیم. حالا آخوند بره، شاه بیاد، فلان رئیس جمهور سلطنت طلب یا کراواتی غیر سلطنت طلب جمهوری خواه بیاد همین نظام نگه داره، چه دردی از این مردمانی که پر از دردند درمان میشه. بنابراین این یواش یواش باید بهش برسیم، اما برای رسیدن بی وقفه باید خودمون رو مورد نقد قرار بدیم. بی وقفه ضعف تشکل انقلابی نیروی چپ کمونیست رو و راه های پیدا کردنه. من یه ایده گفتم ولی این ایده وقت منزل نیست. راه های پیدا کردن این نزدیکی رو فراهم کنیم، از سوی دیگر تلاش برای خودسازماندهی و تشکل کارگران و زحمتکشان در بسترهای واقعی، پایدار، عینی، مقاوم، بدون این انقلابی صورت نخواهد گرفت. رفیق حسن، این خوشبختانه در جریان این خیزش و نبرد بدیلاب و گفتمانها، خب ما شاهد این بودیم که فعالین چپ، کارگری، اجتماعی در داخل کشور سعی کردن از طریق هم انتشار منشور مطالبات حداقلی و هم حتی منشورهای دیگه مثل منشور آزادی، رفاه، برابری، منشوری که فعالین زن دادن، به اصطلاح گفتمان خودشون رو، بدیل خودشون رو با
بدیل‌های راست و گفتمان‌های راست مشخص بکنن مرزش رو و فرموله بکنن. مهمترین مطالبات و خواستهایی که اکثریت عظیم جامعه یعنی اردوی کار و رنج و زنان دارن. یک ویژگی دیگری که من تو بخش اول یادم رفت بگم، برجسته شدن اهمیت پایان دادن به ستم ملی، تبعیضات ملی و شوونیستی در ایران هست و بار دیگه مشخص شده با توجه به این نقش برجسته‌ای که هم بلوچستان هم کردستان در این خیزش داشتن، برجسته شده انقلابی که نخواد به شوونیسم در ایران و این تمرکزگرایی و دولت قدر قدرت مرکزی و عدم توجه به خواستهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خلقهای تحت تبعیض از عرب‌ها گرفته تا ترکمن‌ها گرفته، ترک‌ها گرفته، بلوچ‌ها و کردها پایان بده، عملاً راه به جایی نخواهد. در مورد اون بخش چیز هم من بگم، خب ما یه شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست داریم که الان متشکل از 7 جریانه. یه دستاورد همین خیزش این بود که جریانی که به هر حال 6 تا بود، اتحاد سوسیالیستی کارگری هم بهش پیوسته شده 7 تا، این خودش یک دستاورد مثبت هست. ولی همونطور که هر دو نفر ما تاکید کردیم، بخش عمده فعالین چپ در هیچ حزب و سازمانی حضور نداره. حالا خود این فعالین مستقل هم به دو بخش تقسیم میشن، یه ده که اصلا به هیچ، به قول معروف تو گیومه، به هیچ خدای بنده نیستن، یعنی خود پشت فیسبوک و تلگرام و توییتر و اینا نشسته فکر میکنه که دیگه نیاز به تشکل، حتی در حاضر نیستن در تشکل‌های دموکراتیک غیر حزبی که در جای جای شاید هم ایران و بیشتر از اون در خارج وجود داره هم حضور پیدا بکنن. نه، اما بخشی از فعالین غیر حزبی هستن که جانانه دارن در این تشکل‌های دموکراتیک غیر حزبی فعالیت میکنن، از کارگری گرفته تا زنان گرفته تا پناهندگی گرفته تا دفاع زندانیان سیاسی گرفته و غیره. به نظر من روی سخن ما اساساً باید متوجه این قش از فعالین مستقلی باشه که درست در حزب و سازمانی نیستن، اما اهمیت تشکل رو درک میکنن در تشکل‌های غیر حزبی واقعی، نه انگشت رأی این حزب و اون حزب، در تشکل‌های دموکراتیک واقعی حضور دارن، شورای همکاری نیروهای چپ یا هر ظرف دیگری، بلوک سوسیالیستی، جبهه متحد، باید راهی پیدا کنه برای اینکه این جمع وسیع رو در خارج و همچنین در داخل بیاره با خودش همراه. این مهمترین به نظر من وظیفه تشکیلاتی ما. حالا وظایف سیاسی جمله بگم، ضمن تایید تمام اون نکته‌ای که میگی، خب منم به همین بخش دوم از منفردین اشاره کردم، گفتم در کلاب هاوس ها میبینه بیده تشکل های رادیکالی شکل میگیره از این عزیزان، هدف من اینا هستم. در مورد ملیت ها هم چون در جلسات مختلف در همین دیالوگ من تو حرف زدیم، ممنونم که یادآوری کردی اصلا بدون اون اتفاق انقلاب در ایران معنا نداره، بدون در واقع طرح مسئله ملی در ایران و راهل های دموکراتیک و انقلابی را مشکل نداره. ما حتی چون بارها صحبت کرده بودیم، با تایید همین نکته که تو گفتی حرف رو تمام میکنم. خلاصه برای اینکه موقعیت انقلابی مادیت پیدا کنه، باید این شرایط مقدماتی و این تدارکات صورت بگیره. بدون اون هی کف زدن در آسمان بی ابره، بدون اینکه روی زمین حقیقت مادی خودش رو بتونه پیدا کنه. زنده باد انقلاب، زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان، و زنده باد اتحاد نیروهای چپ کمونیست در مسیر نه به جای وکالت فضولیه، به جای طبقه کارگر، در مسیر تلاش برای خود سازمانیابی طبقه کارگر این امیران جدید. به قول گرامشی، درود بر رفیق حسن اسلام عزیز، به امید پیروزی مردمان ایران، به امید پیروزی انقلاب اجتماعی ایران به رهبری طبقه کارگر برای عبور توامان از استبداد و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. مرسی.